اینها تصاویر اولیه از حادثه دلخراش پلاسکو و تجمع بیش از حد مردم و گرفتن فیلم و سلفی. نیروهای امدادی ناراضی از این تجمع‌ها. ما نمی‌دونستیم بریم کار کنیم یا به مردم بگیم آقا برو عقب، آقا فیلم نگیر. سر میدان بهارستان همینجا بالای میگم 45 دقیقه تا یک ساعت اومدیم. نمی‌کردن امروز همکاری نه. نجات بدن. آره دیگه همکاری نمی‌کنن. میان سلفی بگیرن فقط با پلاسکو. یه سلفی بگیرن. خبرنگار می‌خواهد ارتباط زنده برود. مردم تجمع می‌کنن پشت تصویر. به جای اینکه به هر حال حالا کمک هم نمی‌کنن، مراعات بکنن، بیشتر سعی می‌کردن که به هر حال تصویر برداری بکنن توسط موبایلشون. بعد اجازه بدیم افرادی که این قضیه به اصطلاح صاحب تخصص هستن، حرفه‌شون هم اونا ورود کنن. داستانی تکراری که بارها از آن گفته‌ایم و پلیس بارها تکرار می‌کند مردم تجمع نکنید. آقایون محترم، تقاضا می‌کنیم تجمع نکنید. اگه شما تشریف ببرید مسیر برای ماشین‌های امدادی باز میشه. اما کو گوش شنوا. موضوع ما قطعا مفید نیست. من 100% بالاخره ازدحام ایجاد میشه. دوستا اون داره فیلم میگیره. آقا واقعا خودش فیلم میگیره. آقا نگیر از من نوکر پدر. چرا داره فیلم میگیره تو جهت اطلاعاتون از کارو من به عنوان آتش نشان داوطلب رفتم و نه به عنوان مهران غفوریان که برم توی دست و پاشون باشم و بخوام مزاحمشون بشم. ساعت اولیه اومدن همکاری کردن، مغازه رو بستن تا کار امدادرسانی انجام بشه. آفرین می‌داریم به این مغازه‌دارا. بعضی از مردم هم انصافاً راهشون رو عوض میکنن و میرن. انرژی‌ها و نیروهایی که باید صرف بشه برای جلوگیری از این تجمعات میتونه مفید باشه برای امدادرسانی. دو سه ساعت قبل واقعا برای رسوندن یک قطعه به همکارانمون تو خط جلو مشکل داشتیم. وقتی لباس آتش نشانی رو بر تن کردم دیدم چه لباس سنگینی. این لباسی که الان من بر تن کردم با تجهیزاتش و اینها میگن یه چیزی حدود 25 کیلو میشه، یعنی با اون کپسول و اینها. حالا باید برن 15 طبقه بالا، امدادگری دارن میکنن دوستان آتش نشان. اما نقش مردم سنگین تره تو این گونه حوادث و بسیاری از مردم نقششان را چه زیبا بازی میکنند. عده‌ای به انتقال خون رفتند که اگر این حادثه مصدوم داشت خونشان را هدیه کنند. بالاخره ما اینجا میام یه کمکی میکنیم، یه کاری انجام میدیم، حداقل یه نقطه کوچیک از یه کار بزرگ هست. برخی هم مواد غذایی می آوردند برای تقویت قوای جسمی امدادگران. خب همین هم راضی هستیم، همین که اینجا باشیم حس کنیم که برادرامون دارن انرژی میگیرن، کار میکنن، صبحونه برای بچه امدادگران. بعضی دیگر هم دانش و وسایل و تجهیزاتشون رو آورده بودن، مثل دستگاه برش که بتونن هر چه زودتر با سرعت بالا کار آواربرداری رو انجام بدن. برخی هم به آتش نشانی های محلشان میرفتن و به همکاران آتش نشان های فداکار تسلیت میگفتن.